بسم الله الرحمن الرحیم. آقای گلبودین حکمتیار پس از این که مورد سوی قصد انتحاریون قرار گرفت، حالا بر روی کشور تاجیکستان انگشت گذاشته و ادعا میکنه که انتحاری ها در دوشنبه تربیه میشوند و به نام استشهادی وارد افغانستان میشوند و حملات انتحاری را انجام میدهند. عملیات خود را هم استشهادی نامی گذارن، نه انتحاری، یعنی که گویای شهادت است. دستی 6 نفری که از تاجیکستان فرستاده شده برای این عملیات به گونه خاص به خاطر انجام این عملیات، به استثناء 1 نفر همه کشته شده. خب حالا شما فکر بکنین که یک شخص بخواه که حج بره و از آقای حکمتیار پرسان بکنه که آدرس کعبه کجا است، و آقای گلبودین به جایی که مکه را برش نشان بده مسکه را برش نشان بده، این درست؟ همین دو قضیه با هم کاملا شبیه هستند. در ظرف 40 سال تمام مردم افغانستان می فهمند که مرکز تربیت انتحاری ها که خود این جناب در ظرف 40 سال جز عظیمی حرکت افراطیت بوده کجا هست؟ در کجا مردم شستشوی مغزی می شوند؟ مردم نه، به خاطر از اینکه هر کسی که به سن بلوغ می رسه و هوشیار می شه، عاقل می شه، عقل در سرش می آید، دیگر فریب دادن از او به نام استشهاد و انتحار کاملا محال است و امکان نداره. زیرا امو سازمان های استخباراتی که آقای حکمتیار جزی از اونها بوده به خاطر آموزش انتحار کننده ها، اونها انسان ها را از سن صغارت، از زمان کودکی مورد پرورش قرار میتن. اونها را در چنان مدارسی که اصلا با تمام اجتماع اینها قطع رابطه می باشند، با والدینشان، با خانوادهشان ارتباط نمی داشته باشند، تا ای که از او اطفال معصوم چنان یک حیوانای وحشی بار میارن که دیگه در او وقت نه خواهرم شناسن، نه برادرم شناسن، نه پدرم میفهمن، نه اجتماع را میفهمن، نه اینها دیگر چیزی به نام عاطفه میشناسن. فقط در هر جایی که امو مالکش و اربابش میگه که فقط خودم بکفان مستقیم به جنت میری، خودم میکفانن و به نام حور و غلمان و بهشت و گپا میرن خود حرام میسازن. در تاجیکستان اگر چیزی هست، دوجه کار است، زراعت است، پیشرفت است و مردم بالای انسان و انسانیت فکر میکنن، نه درباره گرگ پروری و سگ پروری، نه بمانند آن چیزی که در ظرف 40 سال تو جناب محترم مردم کور نگاه کردی. اینمی جماعتی که در روبروی تو خودت با که ریش های خود سفید ساختن در حزب اسلامی و اینا جا داشتن که هر کدامشان امروز در مقامات بلند دولت کار میکردن، تو از تمام از اینا جواری فروش ساختی، پل فروش ساختی، کراچی در دستشان ترکاری فروشی بکنند در کوچه های بورد، در کمپ های مختلف پشاور، و یک تعدادشان بیچاره این میشن نشسته هستند در برابر خودت باز هم تمام هزیانات خودت گوش میکنند و بعضشان میفهمند که تو دروغ میگی. در تاجیکستان امروز اینی حال است که ما شما میبینیم. حالا شما به این کلیپ توجه کنید. اینمی کودک اگر در دست خودتو آقای حکمتیار و هم نوعان خودت می بود، امو امسنفی های خودت که در شق پرورش افراطیت و شستشوی مغزی هستند، طبعا از این کودک یک وحشی بار می آمد. از امو کودکایی که فقط به نام حور و بهشت شاید چشمایش سرمکدگی می بود، یک پیشانی بسیار ترش، انسان بسیار عبوس و خشمگینی که در برابر مدنیت، در برابر زن، در برابر هر انسان متجدد، در برابر هر روشن فکر، شاید این فقط تشنه خون می بود که باید خون از اونا را فقط بریزه و به از اون طریق ثواب کمایی بکنه. سوال این است که اینها چرا برای انجام عملیات
تاجیکستان را گذاشتن به افغانستان. برامه تاجیکستان یک هدف را نیافتن که برن در اونجا عملیات کنن. همین یک مقوله عربی است که می فرماین من حفر بئرن لأخیه فقد وقع فیه. هر کسی که برای دیگران چاه میکنه خودش در او چاه سرنگون میشه و میفته. امروز خودت در ظرف 40 سال چاه های کندی برای مردم افغانستان و حتی در صدد ازی بودی که چاهی بکنی به خاطر مردم آسیای میانه، به خاطر تاجیکستان، ولی امروز خودت در او چاه سرنگون هستی، خودت هستی که در او چاه افتادی و خودت هستی که در این چاه تاریک دست پا میزنی، امنیت نداری، مسئولیت نداری و هر آن برای پیروای دستور میتی و هشدار میدی که با توجه امنیت و مسئولیت خود باشین که ما دیگر امنیت نداریم، مسئولیت نداریم. این همگیش دستاورد اعمال 40 ساله خودت از جناب حکمتیار. ولی در تاجیکستان امروز مردم راه خود را از افراطیت جدا کرده، در آنجا تحول است، در آنجا تکامل است، در آنجا مردم روی تعلیم و تحصیل فکر میکنند، به خاطر زراعت میاندیشند، تجلیل میکنند، شادمانی میکنند، جشن میگیرند و خوشحال هستند، زندگی میکنند. و تو برای مردم چی ساختی؟ اما توفه خودت برای مردم که به ارمغان آوردی در ظرف 40 سال چی بوده؟ همین 3-4 تا غریب بیچاری که طول عمر خود با خودت سپری کردن و هر کدام این بیچارا شایستگی از این را داشتن که میتونستن در حکومت سهیم باشن، میتونستن که امروز دیپلمات باشن، میتونستن که امروز در مقامات بسیار چوکی های کلیدی دولت کار بکنن، ولی تو تمام از اینها را تباه ساختی و امی جماعت احمق هنوز هم نشست هستن، بسیار با علاقمندی سخنهای بیسر و تایی تو را گوش میکنن. از اینا تو چی ساختی؟ ترکاری فروش. از اینا چی ساختی؟ بجای دیپلومات کچالو فروش. از اینا تو چی ساختی؟ بجای دیپلومات، بجای وزیر، بجای سفیر چی ساختی؟ بولونی فروش، که تمامشان در این کمپای مختلف پشاور امروز اولادهایشان سرگردان میگرده. در قدمی دشمن برتان در کمی، ذهنن باید آماده باشه، عملن باید آماده باشه. ایران باید فکر کنین که خوب میشه حادثه به این شکل باشه، یک نوی خاص را در ذهن خود مجسم میکنین. شما باید چی کنین؟ اگر انفجار صورت گرفت شما باید چی کنین؟ اگر کسی میخواست عملیات انتحاری انجام بده شما باید چی کنین؟ امثال از اینا. همه این را باید، همه این احتمالات را باید در نظر داشته باشین و با توجه به این آماده باشین، ذهنن و عملن آماده باشین.